یکی دیگه از تکنیک های بسیار رایج در ساخت پوستر های تبلیغاتی و سینمایی ایجاد انعکاس در عینک هست که من در این آموزش نحوه ساخت اون رو براتون توضیح میدم. ابتدا عکسی رو که از اینترنت دانلود کردم رو در محیط فتوشاپ باز کردم. حالا بایستی محدوده شیشته های عینک رو انتخاب کنم. برای این منظور از یک ابزار انتخاب مناسب استفاده می کنم. قبل از اون با زدن کلید های کنترل پلاس یا کنترل مثبت کمی بزرگ نمایی رو افزایش میدم تا بتونم تسلط کافی رو برای انتخاب شیشه های عینک داشته باشم. شما میتونید از هر ابزار انتخابی که براتون مناسب و راحت تر هست برای انتخاب این قسمت ها استفاده کنید. من در اینجا ترجیح میدم که از ابزار بسیار خوب پن برای انتخاب محدوده های مورد نیاز استفاده کنم. یک کلیک انجام میدم و شروع مسیر رو مشخص میکنم. در این قسمت کمی با درک کردن مسیر رو بهش انحنا میدم. اگر که من اینجا کلیک کنم و درک کنم میبینید یک انحنای بد به وجود میاد. البته میتونیم این رو با جابجایی دستگیره ها هم اصلاح کنیم ولی کار دیگه ای هم که میتونیم انجام بدیم این هست که با نگه داشتن کلید آلت و کلیک بر روی نقطه لنگر دستگیره این سمت رو از بین ببریم حالا میتونم بر روی این قسمت کلیک و درک کنم و بقیه این مسیر رو ترسیم کنم در نهایت هم با کلیک و درک بر روی نقطه ابتدایی مسیر رو میبندم اگر نقطه نیاز به ویرایش داشته باشه من میتونم با نگه داشتن کلید کنترل زمانی که نشانگر ماست تبدیل میشه به یک فلش سفید رنگ برای نقطه مورد نظر یک کلیک کنم تا اون نقطه انتخاب بشه سپس میتونم اون رو جابجا جا کنم میتونم دستگیرها رو جابجا جا کنم و به این ترتیب مسیر رو ویرایش کنم همینطور این نقطه رو میتونم کمی جابجا جا کنم و طوری قرار بدم که در دور تا دور شیشه عینک فیت بشه بعد از اینکه مسیر مورد نظر ترسیم شد میتونم با زدن کلیت های ترکیبی کنترل اینتر اون رو تبدیل به سلکشن کنم یا اینکه بر روی فرمان سلکشن در نوار آپشن کلیک کنم من کلیت های کنترل اینتر رو برای تبدیل مسیر ترسیمی به محدوده انتخاب میزنم بعد از اینکه محدود انتخاب مشخص شد یه مقدار اون رو اصلاح کنم همطور که در آموزش های گذشته یاد گرفتین با استفاده از فرمان سلکت ان ماسک به راحتی میتونیم محدود انتخاب رو اصلاح کنیم من در اینجا نیاز دارم که کمی اطراف محدوده رو نرم کنم گزینه اسموت رو کمی افزایش میدم میتونم یه مقدار فدر هم بهش بدم که اطراف مسیر کمی محو بشه و اگر لازم هست که محدود انتخاب کمی داخل تر بیاد شیف اج رو هم به سمت منفی میتونم درک کنم در نهایت آتپوت رو روی نیو لایر قرار بدم و بر روی دکمه اوکی کلیک کنم چشم لایه بکراند رو مجدد روشن میکنم و همین کار رو برای این شیشه عینک هم انجام میدم. با استفاده از ابزار پن مسیر رو ترسیم میکنم اینجا لازم هست که باز دستگیره رو از بین ببرم تا بتونم اینجا یه خط صاف ترسیم کنم با یک کلیک میتونم خط صاف ترسیم کنم و با کلیک و درگ مسیر رو به صورت منحنی تعریف کنم در نهایت هم مسیر رو ببندم حالا باز این نقطه نیاز به ویرایش داره کلید کنترل نگه میدارم یک کلیک روی این قسمت و دستگیره این سمت رو میتونم یه مقداری جابجا جا کنم این نقطه رو هم کمی جابجا جا میکنم تا دقیقا فیت بشه بعد از اون گزینه سلکشن رو انتخاب میکنم میتونم در همینجا مقداری فدر تعریف کنم ولی من این کار رو در قسمت سلکتن ان ماسک انجام میدم از کلیت های میان Alt Ctrl R هم برای باز کردن سلکتن ماسک میتونم استفاده کنم مقدار اسموت رو حدود 5 کمی فدر در حد دو دهم ده یا سه دهم ده پیکسل و کمی هم شیفت ایج آتفوت روی نیو لایر و بر روی دکمه اوکی کلیک می کنم. لایه بکگراند رو دوباره روشن میکنم تا نمایش داده بشه. دو لایه کپی دو و بکگراند کپی رو به یک تکلایه تبدیل می کنم. برای اینکه فرمان مرج رو اجرا کنم میتونم از کلیت های ترکیبی کنترل ای استفاده کنم پس با زدن های ترکیبی کنترل ای دولایه رو انتخاب کردم و تبدیل به یک تکلایه کردم روی اسم بگران کپی دوبار کلیک میکنم و نام اون رو به گلس تغییر میدم برای اینکه بتونم لایه ها رو بهتر مدیریت کنم. حالا لازم هست که تصویر رو که میخوام انعکاس اون رو روی شیشه های عینک بندازم رو وارد این فایل کنم. این تصویر رو من قبلا در اینجا باز کردم. با زدن کلیدهای ترکیبی کنترل A اون رو انتخاب میکنم کل تصویر به حالت انتخاب در میاد کلیت های ترکیبی کنترل سی رو میزنم و اون رو کپی میکنم حالا به فایل اصلی برمیگردم با زدن کلیت های ترکیبی کنترل وی اون رو پیست میکنم فقط ایراد این تصویر این هست که خیلی بزرگه و من بایستی بزرگ نمایی رو کاهش بدم و با زدن کلیت های ترکیبی کنترل تی و با نگه داشتن کلیت های آلتو شیف برای اینکه بتونم از مرکز به صورت متناسب عکس رو کوچیک کنم سایز عکس رو به اندازه که لازم هست کاهش بدم هنوز هم بایستی تصویر کوچیک تر بشه فقط چون این تصویر حالت مستطیلی داره و لازم هست که تصویر به صورت مربعی باشه من مجبورم که اینجا یه مقداری عکس رو دفرمه کنم شما دقت کنید زمانی که تصویر رو دارید انتخاب می کنید حتما اندازه تصویر به باشه که مناسب باشه برای کارتون. برای دکمه کامید کلیک میکنم و ترانسفورم رو تایید میکنم حالا ابزار موف رو از نوار ابزار انتخاب میکنم کلید آلت رو نگه میدارم و یک کپی از این تصویر برای این شیشه هم ایجاد میکنم اونو هم در جای مناسب خودش قرار میدم لایر یک و لایر یک کپی رو با زدن کلیدهای ترکیبی کنترل ای مرج میکنم میبینید که دو تا لایه با هم مرج شدن روی نام لایر یک دوبار کلیک میکنم و نام پیک رو انتخاب میکنم. در مرحله بعدی بایستی لایه گلس و لایه پیک با هم برش بخوره. برای برش زدن این دوتا لایه من از چند روش میتونم استفاده کنم. در واقع بایستی از ماسک استفاده کنم. اولین روش این هستش که من کلید کنترل رو نگه دارم روی تصویر لایه کلیک کنم تا مجددا محدوده انتخاب فعال بشه در حالی که لایه تصویر انتخاب هست به منوی لایر برم از زیر منوی لایر ماسک گزینه ریویل سلکشن رو بزنم میبینید که به این ترتیب با این ماسک لایه تصویر و لایه گلس برش میخوره قسمت های اضافه تصویر پاک میشه و دقیقا میبینید که این تصویر در داخل شیشه های عینک به این ترتیب فیت میشه روش دیگه استفاده از آیکون اد لایر ماسک در پایین پانل لایر هست که با زدن این آیکون هم من میتونم همون کاری رو که ریویل سلکشن انجام میداد انجام بدم. روش سوم روشی هست که نیازی به انتخاب این محدوده ها نیست یعنی من کنترل دی رو میزنم دی سلکت و در حالی که کلید آلت رو نگه میدارم و نشانگر موس رو بین مرز دو لایه گلس و پیک میبرم و میبینید که شکل نشانگر ماست تغییر میکنه یک کلیک میکنم تا کلیپینگ ماسک اتفاق بیفته یا ماسک برشی تعریف بشه من در اینجا با استفاده از آیکون ادلای ماسک که در پایین پنل لایر هست ماسک رو انجام میدم کنتور نگه میدارم روی تصویر لایه در این قسمت کلیک میکنم محدود انتخاب میشه در لایه پیک بر روی آیکون لایر ماسک کلیک میکنم در مرحله بعد با استفاده از لایه های تنظیمی کمی رنگ تصویر رو مدیریت می کنم. بهتر هستش که از قلزت رنگ ها کمی کاسته بشه. ابتدا بر روی آیکون Create New Fill or Adjustment Layer کلیک می کنم و از زیر منوی باز شده فرمان لولز رو انتخاب می کنم. بعد از اینکه پنجره پراپرتیز لولز باز میشه، بر روی آیکون کلیپ تو لایر کلیک میکنم برای اینکه حالت برش اتفاق بیفته و تاثیر لایه لولز فقط بر روی لایه زیری باشه نه سایر لایه ها. حالا اسلایدر تیره رو کمی به سمت تونهای روشن درگ میکنم تا حدود 112 113 فکر میکنم مناسب باشه کمی هم اسلایدر تونهای خاکستری رو جابجا جا میکنم میتونم اینها رو هم یه مقداری جابجا جا کنم اینها دیگه بستگی به خودتون داره که ببینید چه شرایطی شرایط بهتری رو میتونه براتون ایجاد کنه خب با این شرایط من این لایه تنظیمی رو برای لایه پیک تعریف میکنم حالا سراغ لایه تنظیمی هیو سچریشن میرم در اینجا هم میتونم کالورایز رو تیک بزنم خب فراموش نکنیم که آیکون کلیپ تو لایر رو کلیک کنیم تا این لایه روی همه لایه ها تاثیر نذاره و فقط روی لایه زیرین خودش تاثیر گذار باشه میبینید که کالرایز که تیک میخوره یه همچین شرایطی ایجاد میشه من میتونم کالرایز رو تیک نزنم و فقط سچریشن رو کمی کاهش بدم یه مقدار لایتنس رو هم میتونم کم بکنم خب من اینجا لایتنس رو دست نمیزنم مقدار صفر رو براش تعریف میکنم ولی مقدار سچریشن رو کمی کاهش میدم در مرحله آخر نیاز هست که یک لایه دیگه ایجاد بشه و با نگه داشتن کلید آل تبدیل به یک لایه برشی بشه ابزار گردینت رو بردارم در حالی که رنگ فورگراند مشکی هست از گردینت هایی که در این لیست قرار گرفته گزینه فورگراند تو ترنسپرنت رو انتخاب کنم و یک گردینت خطی از پایین به بالا برای شیشه های عینک ترسیم کنم حالا برای این لایه میتونم کمی اپاسیتی رو کاهش بدم و لایه پیک رو بلندینگ مودش رو روی لایتن قرار میدم میبینید که ترکیبی رنگی از شیشه های عینک هم روی کار میفته و کار رو جذاب تر میکنه میتونم کمی اپاسیتی رو کاهش بدم حدود 60 درصد شرایط خیلی بهتر و نرمال تر به نظر میرسه شما هم میتونید با استفاده از این روش ها بر روی عکس های خودتون این تکنیک رو پیاده کنید و از اون لذت ببرید.